سلام و درود خدا بر شما بود. امروز اومدیم با یک مهمان ویژه، پسر دوست داشتنی یوتیوب فارسی عشق، آقا هادی عزیز. هادی جان چطوری؟ عشق همتون عشق. آقا بسو بلند شم. قربونت هادی جان. بشین هادی جان، تازه ویدیو شروع شده. عشق است. هادی جان خوبی؟ چطوری؟ آقا ما هم یه سلامی عرض میکنیم به همه مردمی که دارن ما رو هادی انگار تلویزیونو ببین، بدون معطلی فقط میخوام حدس بزنم. چیو میخوای حدس بزنی هادی؟ 21 یوتیوبر بدون خودت 20 تا. منم 21 یوتیوبر. ببین چشمای رضا اینه رو میبینی؟ خب من تو اون چشمه دارم رئال مادرید رو میبینم. هادی کارت سخته ها. ببین احسان میرزاد اومد همه امتیازا رو گرفت. واقعا؟ آره. برنده چی میبره؟ هیچ. تشکر. بریم پپون. آقا تو چشمای رضا اینه دارم. من از همین اول دارم میگم برنده چی میبره. بدون توقع اینجا انتخاب باید بکنی. اینجا بالاخره رقابت بین یوتیوبر زاد. یه چیز از اتاقت برمیدارم. اوکی. ببین اتفاقا یه توپ اورجینالی بنده داریم. من میدونی خیلی توپ دوست دارم دیگه. واسه یه دونه فکر کنم اینجا هم هست. من میدونی که عاشق توپم. یه دونه توپ آوردم. ببین این آدیداس فقط اورجینال هم هست. واقعا این نمیدونم اورجینال بازا میفهمن این چیه. فقط کم باز آجی خیلی. جدی داری میگی اینو؟ آره واسه قطر 2022. داداش نه بابا. به قرآن. اورج. پس شما توی این بازی باختی بعد اونو بدی به من. داداش من چرا باید یه چی بدم به؟ برعکس شدش. حالا اینجا یک توپ دارم، دو تا توپ دارم. یه توپ چمپیونز لیگ اورجینال، یه توپ دیگه چمپیونز لیگ واسه همین سال پیشه. فینال چمپیونز لیگ دو رنگ بود. اونو تازه برش آوردم. برش می‌دارم. خیلی گرونه اون توپ. چند؟ خیلی. ببین همین الان با این کارتم می‌خرمش. نگاه کن. اگر تونسی همین الان با این کارت می‌خرم. اگر تونسی احسان میرزادو ببری میدم بهت. احسان میرزاد رو ببرم؟ بله. اولی حتی تو حالا یکی میخوای شروع کنی؟ از رضا؟ این رضا آینه خیلی قابل پیشبینیه، میتونم به نظرم. خب به نظرت رضا چه تیمیو گفته؟ رضا آینه صد گفته رئال مادرید. خب. بدون شک گفته رئال. بله رضا گفته رئال مادرید. حالا به نظرت چه بازیکنی گفته؟ بنزما که نمیتونه. نه ببین قدیمی گفته. رضا قدیمی رونالدو گفته. رونالدو تمام شد رفت. رونالدو. رونالدو رو یه بنده خدای دیگه در آورد. از رضا کشیدن بیرون. بنزما راموس هم خیلی دوست داره رضا. ببین از دفاع و مهاجما نیست، یا باید هافبک باشه یا دروازه‌بان باشه دیگه. دروازه‌بان فهمیدم. نواس؟ نواس کجا بود؟ برد حسابی من میگم قدیمی. نواس 2018 رئال بود. حتی کیو میخوای بکشی بیرون؟ میخوای رونالدو رو بکشی بیرون؟ رونالدو رو میخوام بکشم. خب سه تا گزینه بهت میدم. از بین این سه تا گزینه یه دونه توش رونالدوه، یه دونه رضا آینه، یه دونه سهیل سلبا، یه دونه هم فلیم. از بین اینا یه دونه رونالدو توشونه، یکی رو انتخاب کن. سهیل سلبا. مطمئن دیگه؟ 100 درصد. 100 درسته؟ ببینیم. لیونل مسی. کاملا اشتباه حدس میزنه این بازیکن. اشتباه. بابا این سهیل مگه رونالدو دوست نداشت؟ هم رونالدو دوست داره هم مسی، ولی رونالدو یکی اومد کشید بیرون. وای خدا لعنتت کنه. لیونل مسی 106 آوردم تو ترکیبت. عشق کنی هادی جان. چون اشتباه گفتی یه بازیکن دیگه نمیتونی بیاری. باید دوباره حدس بزنی باز از یکی دیگه. آقا جان یه رضا آینه هست الان، میتونه رضا رونالدو رو گفته باشه، میتونه فلیم گفته باشه. از بین رضا و فلیم الان هر کدوم انتخاب کنی، اگر رونالدو زیرش نباشه دیگه رونالدو رو نمیتونی بیاری هادی. ببین به نظرم فلیم برداشته رونالدو رو. مطمئن؟ یعنی میگی رضا بر نداشته دیگه؟ ببین میبندم رو این فلیم. 100 میلیون ریال رو میگیرم. من رو فلیم میبندم. 3 2 1 کریس مارکلا. گفتم آجی گفتم. ببین اصلا این قیافه رونالدو طلبه. قیافه رونالدو طلب. آفرین چقدر جمله قشنگ گفتی هادی جان. از اونجایی که شما درست گفتی باید یه بازیکن اضافه هم بیاری. از بین این بازیکنای قدر کیو انتخاب قدر. میکنی؟ قدر امباپه. اولیور کان میشناسی هادی؟ اولیور کان میدونی کیه؟ اولیور کان خیلی قدیمی آجی. رونالدینیو. روبرتو کارلوس ویرا. از اونجایی که پویولو خیلی دوستش دارم آجی، رونالدینیو نیام دوستش دارم. آدریانو هم هست؟ نه زیدانو نداری. ببین جابی آلانسو. پس چیزو بیار. کی دوست داری؟ برام رونالدو رونالدینیو رو بیار. آه پس رونالدینیو رو بردم وسط. این چون ترمیم شد. بریم سراغ رونالدینیو. ببین چی دیگه مهاجما تکمیل شد. ولی عجب چیزی شد. ببین یه دروازه‌بان در بیاری من همه تیما رو وسط میبرم. چی دیگه بیشتر میشناسی از یوتیوبرها؟ افشار رو خوب میشناسم. آه
خب بنظرت افشار کی از چه تیمی گفته؟ افشار مطمئنم رئال. درست باریکلا. حالا چون دقیقاً تیمشو گفتی بهت میگم. یه بازیکن قدیمی از رئال گفته که با رونالدو هم همتیمی بوده. خب و مهاجم و دروازه‌بان نبوده. دیگه ته راهنمایی رو بهت کردم. ببین پپه میتونه باشه. سرخیو راموس میتونه باشه. پپه راموس خب. دیگه آنخل دیماریا میتونه باشه. من مهاجم دیماریا جز مهاجما نیست. خب یا بعد هافبک یا دفاع. ژابی آلونسو بود، کاسمیرو بود. ببین بذار سخت نکن. از بین این 4 نفری که گفتی یکیش گزینه‌های افشار. کاسمیرو. مطمئنی دیگه؟ کاسمیرو. شک نکن. مطمئنی دیگه؟ ببین افشار از اوناست که قدیم فوتبال میدید. خب کاسمیرو قدیمیه مگه؟ آره کاسمیرو قدیمیه. پس انتخابت کاسمیرو. انتخابم کاسمیرو. وای ژابی آلونسو. اشتباه. وای. آقای عزیز. آقا کی ژابی آلونسو برمی‌داره؟ از کاسمیرو قدیمی‌تره. همه میدونن همه. آقا الان خود ژابی آلونسو رئال مادرید نمیشناستش، چطوری افشار میشناستش؟ ولی اسمشو گفتم آجی، این ارزش نداره چی؟ نه خیر، ژابی آلونسو اولین بار یکی ژابی آلونسو هم سرمربی هم خودش داره بازی میکنه، من نمیدونم چه جوری. خب ببین آقای هادی جان، شما الان هر کسی رو که میشناختی به تیر خطا رفتی، یعنی خوردی به بنبست. اوکی دیگه کیو میشناسی؟ سهیلو که اشتباه گفت، افشار رو که اشتباه گفتی، رضاینم که اصلا معلوم نیست. حسام امباپه رو به نظرم برداشته. از رئال یعنی میگی انتخاب کرده؟ آره نظرم از رئال انتخاب کرده. از رئال هست، قدیمی هم هست. ای بابا همه از رئال برداشته، من چی بگم؟ جوزه یکی از گزینه های افشار که 4 تا اسم بردی هم بوده. سرخیو راموس. آره زیرش بکش، زیرش مطمئنی دیگه؟ بکش زیرش، شک نکن. عمو تئوریو بدم سامسون رو بگیرم؟ سامسون رو بدم سامسون رو بگیرم؟ حسام میشناسمش. مطمئنی پس؟ آره آره پپه. یعنی کلاً آجی من بذار بلندشم برم، تو رو خدا بذار بلندشم برم. کی پپه رو برمی‌داره؟ هادی جان شما منو یاد گل یا پوچ میندازی. عمو حسن رو دیدی تا حالا؟ میگه چپ راست آره. دارم میذارم، شما الان داری چپ راست میزنی. واقعا دارم چپ راست میزنم، عین احمقا. پپه 90 93، این چه بازیکنی آخه؟ من نمیدونم. پپه حاجی میدونستی که تا 18 سالگی میگفت پیش مامانم میخوابیدم، بغل مامانم میخوابیدم. چرا؟ گفت بچه ننه بود. هادی جان همه رو اشتباه داری میگی. کیو انتخاب؟ من واجی وسط ویدیو زنگ به مانی بزنم واسه چی؟ ببینم چی انتخابی کرده. میتونه راهنماییت کنه. آره الان خود مانی هم یادش نیست چی گفته. ببین من واسه یکی هیچ یوتیوبری این قابلیت بیزیه داداش، بیزیه. خب اشکال ندار دیگه، شانست از شانسم نخه. دوباره میگیریمش، دوباره میگیریمش. آقا یه بار کلا میتونی تو تماس بگیری، یه بار. آقا چرا اشکال این اصلا رد مانی یه بار نمی. مانی یه بار بهت زنگ زدم، چرا این یه بارو بیزی بودی؟ حال نمیکنه باهات آقا، رد میکنه همینجوری. وای وای خدایا منو آتیش بزن. ببین بوی کاسیاس میاد از این لیست. بهت 3 گزینه میدم، شما از این 3 گزینه یه نفر گفته کاسیاس. سخت شد، خیلی سخت شد. آقا سام صابری، آقا رضا آینه و مانی اکس فیت. حاجی رضا آینه گفته کاسیاس. ببین من میرم باز میکنم ها دیگه، ها دیگه منتظر میمونم. رضا آینه الان من فهمیدم خیلی علاقه داره به کاسیاس. اگه رضا نبود چی؟ اگه رضا نبود سامه. الان پس رضا رو باز کنم یا سامو باز کنم؟ سخته. ولی رضا رو بکن. رضا رو بکن. رضا رو باز کنم؟ آره رضا قبول. آره آره ایکر کاسیاس تو روزت میزن. خدا رو شکر. خب حالا اینجا ما اینجا یه مشکلی داریم. چی؟ ما ایکر کاسیاس رو نداریم. یعنی چی ندارید؟ تو بازی کلن نیست ایکر کاسیاس، تو تیم من نیست. خب به جاش داداششو بیا، من نمیدونم. انتخاب کن، دست تو باز میذارم. بوفون هست؟ بوفون هم نداریم. من اول از همه بوفون خیلی دوستش دارم آجی، دوم نویر، سوم کاسیاس. وای این سه تا. آقا اولی پس الان نویر رو بیارم پس داری میگی دیگه؟ آره بیارم. بوفون نیستش؟ اگه نیستش بیارش. لیورپول نگرفت نویر رو داره میاره. آقا جان شما یه دونه بازیکنم میتونی اشانتیون بیاری تو ترکیب به خاطر اینکه اینو درست حد زدی. ببین ترکیبت الان اینجوریه، هافبک و دفاع. من پیکه رو میارم. پیکه پیکه. کی پیکه رو انتخاب میکنه؟ داداش شکیرا هم پیکه رو انتخاب نکرد. داداش پیکه خیلی بازیکن. نه پویول رو انتخاب میکنم، ببخش. پویول. انتخابای درست. انتخابای درست. 103. پویولو خیلی دوستش دارم. یعنی رو یه جوری چیزی من فقط میترسم دعوا بشه. پپو پویولو کی که داره میذاره؟ دعوا. ببین شاید باورت نشه، ولی یکی از کسایی که داری اینجا میبینی گفته رامین رضاییان.
واقعا گفته بازیکن مورد علاقه‌ام رامین رضاییانه. این مغزی که گفته رامین رضاییان فقط عرفان تاکسیک میتونه گفته باشه. نمیدونم، یا عرفان تاکسیک گفته یا آرماند فریک. نه به نظرم آرماند به قیافش نمیخوره. وایس بهت بگم ببین یه دفاع راست میخوای واسه در بیارم؟ در بیار ببینم کیه. آقا از بین مهدی پس، آرماند فریک و آقای علی زلزله یه نفر یه دفاع راست قدیمی گفته که شما ببینم کدومو انتخاب. دفاع قدیمی گفته؟ یه دفاع قدیمی از بارسا گفته. علی زلزله به نظرم آجی. خب علی زلزله از بارسای قدیم دفاع راست کیو گفته؟ علی زلزله یا میتونه چیزو گفته باشه؟ دنی آلوز که نه دنی آلوز نمیتونه باشه. بوسکتس میتونه باشه؟ بوسکتس اصلا دفاع راست نیست. دنی آلوز و یادم رفته. دفاع راست بارسلونا اصلا کیا رو داشته به جز دنی آلوز؟ اصلا تو ذهنت هست؟ یه سرچ بکنم تو رو خدا. سرچ کن. آقا سرچ کن. دیگه کلا برنامه رو هم ریخته دیگه. زنگ بزن. وایسا دفاع راست های بارسلونا. ببین من میبرم این برنامه رو. ببین خطافه هست. نه اون که اصلا تیمه. داداشون تیمه اصلا اونو. آقا ولشون بریم سراغ آپشنایی که خودت بهمون میدی. آپشن گفتم علی زلزله دیگه. دفاع راست قدیم. یه دونه گفتی دنی آلوز. دیگه دنی آلوز رو من میگم. من میگم دنی آلوز. همون دنی آلوز. مطمئنی؟ مطمئنم. باریکلا به اینو درست گفتن. درست گفتن آجی. اصلا واقعا بازیکن تکنیکی و خوبیه. اصلا تو قدیم دفاع راست نداشته. من هرچی دارم فکر میکنم به جز دنی آلوز. منم همش تو هم منم. همش تو درگیر بود. آجی جان فکر کن به جز دنی آلوز دیگه کیو میخوای بیاری تو تیمت؟ الان میتونی بیاری اشانتیوم واسه تیمت. لیستو میتونم ببینم. دنی آلوز 91 خیلی بازیکن قوی نیست. به جای اینم میتونی یه دفاع راست دیگه بیاری. یا بوسکتس، پیرلو، گولیت، جرارد، روبرتو کارلوس. نه پیرلو. نه من پیرلو رو انتخاب کردم. ببین یه هافبک میخوای، یه دفاع چپ، ترکیبت خدایی خوب. تو گزینه بهت میدم، آرمان تئوس و شایان جی پی. یکی دفاع چپ خفن گفته. دفاع چپ رئال قدیمی. یادم نمیاد اسمشو امروز گفتم. من امروز اسمشو چند بار تکرار کردم تو ویدیویی که شما اون بود. سیلو چی بود؟ دو سیلو بود چی بود؟ دفاع چپ رئال. اصلا تو آقا به این کارا کاری نداشته باشی. قیافه کی به رئال میخوره؟ قیافه شایان میخوره. چی؟ شایان دفاع چپ رئالو گفت. شک نکن. دفاع چپ رئال کیه؟ یادم غیرم راهنمایی میکنم به خدا. آقا تو رو خدا. آقا بچه‌ای که کامنت میذارن میدونن ها. آقا یه ذره ما ضعیفیم تو بازی ها. مارسلو بوده. آره. مارسلو گفتم بهت. مارسلو روبرتو کارلوس بوده. میگم همینا رو بهت گفتم دیگه. مارسلو تو میگی مارسلو دیگه. گوش کن مارسلو شایان جی پی. آرمانو بدم شایانو بگیرم. نه حاجی همون شایان جی پی مارسلو. مطمئنی؟ بکش پایین بابا. بکش پایین کار نداشته باش. بیا من هر چقدر راهنمایی بکنم به این فرد، هر چقدر بهش میگم آقا روبرتو کارلوس گفته. هی من دارم میگم اسمش رو تکرار کردم تو این ویدیو، سه بار گفتم. یه تیکه پی پی ام. من بیا. یه تیکه پی پی ام. خدای منو ببخش. ببین بنیامین الان داره میگه هافبک گفته. بنیامین ببین بایرن. خب ببین از بین عمو تئوری و بین د بنیامین یه نفر هافبک گفته. عمو تئوری گفته هافبک. نمیدونم. عمو تئوری بهش میخوره گفته باشه هافبک. نمیدونم. ببین اینو اصلا نمیخوام به هیچ کمکی بکنم. اصلا اسمم نمیخواد بگی. فقط بگو کیو باز کنه. کیو بکشم پایین. عمو تئوری بکش پایین. عمو تئوری پس گفته هافبک. مطمئنی پسی؟ بنیامین رو بدم عمو رو بگیرم؟ نه بنیامین مهاجم برداشت حتما. باش واسه ما مشکلی نداره. دیبروینه باریکلا. ببین کوین دیبروینه دلها 34 سال روی این صندلی میشستم فکر میکردم اسم اون چی بود. دیبروینه اونا نمیومد تو ذهنم. ببین 34 سال کوین دیبروینه. به به چه ترکیبی شد خدا وکیلی. تو سه نفر رو درست گفتی. یه یوتیوبر دیگر رو میتونی باز کنی. اگه اون یوتیوبر رو درست بگی ما بتونیم نقل سه دفاع رو رفع کنیم تیم جمع.
به جای پپه ما باید یکی رو بیاریم. ببین یکی امباپه رو گفته، اونم به نظرم میخوره سامساوری باشه. سامساوری الان بنده خدا 30 سالش. امباپه چند ساله اومده تو رئال مادرید؟ 6 7 سال فکر کنم. امباپه 6 ماه، اصلا 6 ماه هم نشده اومده تو رئال مادرید. وقتی به زور میخوای بگی فوتبال 4 5 سالی است اومده، من میبینم بازی. آجی رونی مطمئنم رونیو برداشته. سامساوری اصلا فن رئاله، واسه چی بر رونی برداره من نمیفهمم. فن رئاله؟ باشه پس رئالی برداشته دیگه. اوکی؟ آره. حالا من نمیدونم کدوم پست مثلا هافبک مهاجم، اینا رو نمیدونم. از رئال کیو برداشته؟ راموس، آنخل دیماریا، رونالدو. وایسه زیدان میتونه باشه، یک چیزم میتونه باشه. زیدان. یکی زیدان میتونه باشه. اون یکی حاجی اسمش باورت میشه الان یادم رفت. حاجی واقعا اسمش یادم نمیاد. باورت آها بنزما. خب الان یکی از این گزینه ها تو پس میگی که سامساوری کلا بکشم پایین دیگه. آره یکی از ایناست. ارفاق هم با بکنی. یا اول فضل. رونالدو برزیلی یا خدا قدیمی رونالدو برزیلی. آقا من یه رونالدو گفتم دیگه، رونالدو رو گفتم. این هادی کارت راحته خاطر اینکه ما رونالدو برزیلی رو نداریم. خب خدا یکی رو باید خودت انتخاب کنی به جای رونالدو برزیلی. ببین ترکیبت اینه دیگه، ببین کجا ضعف داری همونو تکمیل کن. ببین پپه رو ضعف دارم من از آنم. به جای پپه میتونیم فندایکو بیاریم. عشق نفس عشق. فندک میاد این بحبه. تیم این تیم کجاست آقا مهتی؟ تو قلب ما. تو قلب ماست. عشق است. عشق. حالی جان شما چون ترکیب تو کامل چیدی و ترکیبت هم درست بود، علاوه بر 400 امتیازی که می 300 امتیاز 400 امتیازی که 330 امتیاز آقا من قاطی کردم 330 امتیاز ترکیب داشت، چون ترکیب تو خیلی خفن چیدی 70 امتیاز هم میگیری، در مجموع 400 امتیاز. خدای شکرت دو تا بازی رو بتونیم با این ترکیب زندگیمون که نتونستیم به امتیاز بالایی برسیم، خدا رو شکر تو بازی رسیدیم. سوس ماست. اگر بتونی دو تا بازی دیگه‌ت هم ببری، یعنی دو تا بازی آنلاینمون رو ببریم، با تفاضل گل بالا میتونی احسان رو رد کنی. یس احسان زیرمه. آره ببخش آقا احسان، ببخش من شرمنده‌ام، به خود منظور بدی نداشت. حریف تو مد از تو قوی تر هادی، میلان برداشته. داشت دهنمون سرویس. آره ببین ترکیب حریف یا حضرت عباس، ترکیبشو نگاه کن تو فقط. خب هادی جان بازی شروع شد، سوال های جنجالی رو میخوام ازت بپرسم. آماده ای؟ صندلی داغه؟ نه در اون حال. هادی جان چی شد اصلا شما یوتیوبر شدی؟ سوال خیلی تاکسیکی میخوام ازت بپرسم. والا ببین بذار روک و رو راست بهت بگم، منو دستگیر کردن. آقا چرت و پرت نگو. نه به قرآن، منو دستگیر کردن سر اینکه پلاکمو مخدوش میکردم. خب مریض بودی مگه؟ داداش به خاطر اینکه جریمه میاد واسم. خب بعد خب نرو همون... جایی که جریمه میشه. گوش کن. نه خونمون اونجاست، خونمون جایی که داداش جریمه میکنن از تر ترافیک. خب بعد ببین منو تلویزیون پخش کرد. خب من همون گزارشو آوردم آپلود کردم تو یوتیوب. مریضی مگه؟ بعد دیگه توضیح هم راجبش میدادم که آقا یه عکس رفتی کردم. یعنی بهش؟ آره بعد خلاصه خیلی ویو خورد و بچه ها خیلی ما رو دوست داشتن دیگه. تا الان ما دیگه داریم یوتیوب کار میکنیم. چقدر خلاصه مفید توضیح دادی، یعنی سر یه غلاف اومد یوتیوبر شد. داداش یه جوری میگی غلاف، انگار بنده سه قزل سار کار میکرد. تو مدرسه تنها درسی که دوست داشتی چی بود؟ من حاجی هیچ درسی رو دوست نداشتم. یعنی دروغ بهت نگم حاجی، یه درسی ما دوست داشتیم، درس کار و فناوری بود. معلمش میومد فقط راجع به مسائل جنسی صحبت میکرد. ما هم خب داداش نشنیده بودیم دیگه. ببین از اول تا آخرش یا راجع به یه پژو پارس داشت راجع اون یا صحبت میکرد یا راجع به مسائل جنسی. هادی بدترین خاطره ای که مدرسه داری چیه؟ یه روز ما یه امتحان داشتیم، اونو من خب طبق معمول نمره 8 و 9 گرفتم. خب آره امتحان ریاضی هم بود. فرداش دوباره همون برگر رو گذاشت جلومون معلم، دوباره هم عین همون. آره همه دانش آموزا همه کنار دستیه. من خوشحال که خدای شکر ما خونده بودیم این همونه. منم که هیچ وقت نخونده بودم حاجی، قشنگ کیفم درآوردم برگر رو آروم داشتم می‌نوشتم.
یهو اومد آجی برگم پاره کرد. بعد برگم فقط پاره کرد، زیاد حرکت خاصی انجام نداد دیگه. خیلی لحظه خاطره بدی شد مثلا. خود خدا خاطر، وگرنه ببین مدرسه سر تا سر خنده است واسمو. حالا بگو بهترین خاطره ای که مدرسه داشتی چی بود؟ بهترین خاطره آجی دم عید بود، هیچ کس دیگه، همه میپیچوندن دیگه مدرسه رو، ولی مدرسه ما یه ذره سیخ کرده بود که آقا چرا بعد از 15 اسفند هیچ کس نیاد. خب بعد تو نرفتی؟ چرا میرفتیم، فقط داداش ما به یکی میسپردیم، مثلا به معلم میگفتیم که آقا ما میریم پایین آب بخوریم، یکی از بچه ها کیفمون رو از پنجره مینداخت بیرون، ما همونو میرفتیم بیرون از مدرسه. آره داداش همینه. الان این خاطره خوبت بود؟ چند بار این کارو کردی جون تو؟ ما 30-40 بار این حرکتو زدم، هر سالم این اتفاق میفته. مدیر مدرسه گاو بوده؟ آجی مدیر مدرسه نمیتونست ما رو بگیره، اضافه وزن داشت. بعد آجی جالبیش همینه، تلاش میکرد بیاد بگیره، نمیتونست. ما اتفاقا مدرسه‌مون دقیقاً مثل شما بود، ولی من فقط به خاطر این میرفتم مدرسه که وقتی که خلوت میشد آخرای سال بتونی فوتبال بازی کنی. یه روز خود مثلا مدیره گفته بود که آقا فردا حتما بیا اینا مثلا فلان میکنن، ما هم بلند شدیم رفتیم، بعد یارو گفت آقا برین خونتون تو رو قرآن، من همینجوری الکی گفتم بیان. خب اینجوری همین همین آره همین من خواستم نداشتم، من گفتم داداش الان مثلا یکی از بچه‌ها گرفته خوابونده زیر گوش ناز، من نداشت فوتبال بازی کنیم، من ساعت 7 صبح به خاطر اینکه فوتبال بازی کنم بلند شدم، هیچ وقت این کارو نکرده بودم. اگر شما بلند شی رخت خواب ببینی دختر، یعنی تغییر جنسیت دادی، 24 ساعت اول زندگی تو چه چیزایی تجربه میکنی؟ آجی میرفتم با حسام صحبت میکردم. خب بعدش چی کار میکردی؟ اون 24 ساعت فقط پیش حسام بودی؟ فقط پیش حسام بودم، بلکه بیشتر، حاضر بودم بیشتر باشم تا یه ذره حسام حالش خوب باشه. آخه حسام چیزه، پیش خانواده زندگی میکنه. اشکال نداره بیاد پیش من. اوه میخوام ازت یه سوال جنجالی بپرسم. ببین از بین این سه نفری که بهت میگم باید یکی رو بوس کنی، یکی رو ازدواج کنی باشه، یکی هم که بکشی. بکشم، بوس کنم، ازدواج کنم. آره. محمد رضا گلزار، گوهر خیراندیش و عمو حسن. داداش عمو حسن رو میکشم اول از همه. گلزار رو زنده نگر میداری یعنی؟ آره گلزار رو بوسش میکنم، چون یه شب دیگه نه یعنی یه بوس دیگه. خب و با گوهر خیراندیش ازدواج میکنم. اگر یه روز نامرئی بشی اولین کاری که میکنی چیه؟ یواشکی میرم تو پروازه خارجی. خب چرا؟ داداش برم خارج، فقط برم آمریکا. همین بریم آمریکا چیکار؟ بریم آمریکا چیکار کنیم؟ اگه 24 ساعت یه بانک هم بریم یه پولی بزنیم دیگه، خسته شدم. اصلا نامرئی نمیتونی چیزیو برداری، یعنی روحی. یعنی چی نامرئی ام؟ هادی وسط گل زد. هادی وسط گل زد. یکی چفتادیم جلو. پیرلو گل زد. یکی چفتادیم جلو. آقا اصلا تو نامرئی نشو هادی. اصلا نمیخواد کاری بکنی. همین خونه بشین فقط. سه من دارم سوالای فلسفی ازش میپرسم، داره چی جواب منو میده؟ هادی نمرات تو مدرسه چجوری بود؟ اینو میتونی جواب بدی دیگه. ببین زیر 13. من معدلم همه شهریور؟ نه شهریور نه. من میدونستم 10 میگیرم از پای برگه پا میشدم، چون بنظرم وقت تلف کردن بیشتر. دقیقاً راست میگی هادی. دقیقاً راست میگی. هادی تا حالا واسه جلب توجه کسی یه کار عجیب انجام دادی؟ جلب توجه؟ والا توجه یارو رو جلب کنی، آدمی هست همچین کاری بکنه به قیافش میخوره. آروغ زدم والا. بعد توجه یارو جلب شد؟ آره توجهش جلب شد. من گفت خیلی بیشوری. هادی اگه میتونستی یکی از مهمترین آرزوهای یکی از رفیقاتو فقط واسه یه نفر رو برآورده کنی، آرزوی کی رو برآورده میکردی و کدوم آرزوش؟ اصلا میدونی آرزوی رفیقت چیه؟ آره ببین رضا آینه یه هایلوکس 2017 میخواد که باش بره کویر، تویوتا هایلوکس. ببین واقعا دوست دارم یه روز پولدار شدم واسش بگیرم. رفاقتو شما ببین، فقط بیزینسی نیست. هادی اگر 24 ساعت میتونستی به جای یه یوتیوبر دیگه زندگی کنی، کدوم یوتیوبر رو انتخاب میکردی؟ ایرانی و خارجی دوتاشو بگو. ببین یکی این که من اسپید رو خیلی دوست دارم، خب جای خوب. اسپید دوست داشتم زندگی بکنم. اسپید ایرانی چی؟ ایرانیم. ببین از اونجایی که کسی بچه‌هامون، ببین تئوس به نظرم از اونجایی که بی ام و داره مطمئنن بی ام و همون، من کلا مادی نگاه میکنم. عشق هادی جان بازی اولو دو بردی همه تونش.
دو هیت بردیم، 300 امتیاز گرفتی، 700 امتیاز. بازی بعدی رو ببری میتونی رکورد احسان میرزاد رو بزنی. احسان میرزاد جاش تو قلب منه. دیدیم اصلا اینا میخوان یه چیزی درست کنن، الان هادی دقیقا همونه. هادی دوستاشم واقعا جای خودم باشم تو ایرانیا. هادی هایروکس و اسپید واقعا. این مستر بیست گذاشتی کنار اصلا تو گذاشتی نه. نه مستر بیست هم نمیخوام. مستر بیست نمیخوای باشی؟ نه نمیخوام. چون من اصلا شخصیتم به مستر بیست نمیخوام. من دیوونه تر از اینم. کریزی مریزی. هادی توی مدرسه از چه معلمی بیشتر بدت میومد؟ یه معلم ورزش ما داشتیم. خب خیلی شبیه بولداگ بود. خب من کار خاصی هم اخلاقی ده. هم قیافه‌ای. این ببین سلام می‌کردی پارس می‌کرد. نمی‌دونم چه مشکلی داشت. اگه می‌تونستی توی سکانس عاشقانه تو اون صحنه ها، تو همون صحنه ها جای یه زن بازی کنی، دوزش بیخ کدوم صحنه یه فیلمو انتخاب می‌کردی؟ جای یه زن بازی کنم تو اون صحنه دار سینمایی؟ آره اون صحنه به خصوص همون مثلا جای زن تایتانیک مثلا. آ یعنی می‌خوای جک مثلا چیزت کنه؟ آره یه جک بغل بزنه رومون. توانایی عجیبی که داری و اکثریت نمیدونن چیه؟ به دردم نمیخوره توانایی. احسان میرزاد مثلا با چشش صدا گوز در میآورد. من میتونم ببین نان استاپ آروخ بزنم. نزن آقا این استعدادت واقعا به درد اینجا نمیخوره. هادی اگه یوتیوبر نمیشدی چیکاره میشدی؟ یه سوال آسون بخواد ازش بپرسن. داشت نمایشگاهی میشدم. نمایشگاه ماشین؟ آره نمایشگاه ماشین. چرا دوست داری کلا ماشین بازی و اینا؟ آره اصلا کار با ماشین لوکس رو دوست دارم. چه حالا میخواد دیتیلینگ باشه؟ آرزوی خودت آرزوی خودت اینه که چه ماشینی بگیری؟ مثلا چه ماشینی رو تهش دوست داری؟ من حاجی 528 2018. 528 چه برندی میشه؟ BMW شد ماشین. فقط بنز. BMW ماشین. فقط مرسدس بنز دیگه چی؟ بنز واسه تازه به دوران رسیده هست آقا. اصلا کادیلاک بگی خوبه؟ کادیلاک دیگه قدیمی. من میدونی کارم فروش ماشین کلاسیک بود دیگه. همه اینا بابا جدی داری میگی اینو یا داری شوخی میکنی با من؟ به خدا هادی جان میخوام ببرم تو فضای جنجالی و دراما. وای تو رو خدا. یوتیوبری هست که ازش بدت بیاد و پابلیک نکرده باشی؟ نمیخواد اسمشو بگی یا فقط هست یا نه؟ ببین این شکلی نیستش که هیترش باشم، فقط نگاش نمیکنم. خب بالاخره بدت میاد ازش دیگه. میشه گفت کسی که تو ویدیوش خیلی فوش میده به نظرم ارزش دیدن نداره. تایممونو تلفنی واسه چی؟ هادی جان یه سوال واقعا فانتزی میخوام ازت بپرسم. میخوام حیوان درونتو بیدار کنم. آخ آخ آخ. اگر 24 ساعت یعنی یه روز کامل به عنوان حیوان خونگی یکی از دوستای صمیمیت قرار بود باشی، چه حیوان خونگی برای چه آدمی می‌خواستی باشی؟ یه کلاغ می‌شدم واسه سهیل سولوا. چرا کلاغ؟ اصلا کلاغ حیوان خونگیه مگه؟ چرا من حیوان خونگی سهیل کلاغ دوست نداره که؟ چرا من خودت کلاغ دوست داری باشی؟ آره اصلا فیوریتای هادی کلا با کل دنیا فرق می‌کنه. هادی اگه می‌تونستی یه غذا رو تا آخر عمرت بخوری و هیچ وقتم چاق نشی وقتی اون غذا رو می‌خوری چه غذا بود؟ چه غذایی هاجی؟ من خیلی ماکارونی دوست دارم. وا هادی تا حالا ماکارونی با سوسیس خوردی به جای گوشت؟ پاستا با سوسیس خوردم ولی ماکارونی با سوسیس نه. خیلی ببین یه چیز بمبه. یعنی هادی اگه 24 ساعت میتونستی یه شخصیت کارتونی بشی کدوم شخصیت میشدی؟ گارفیلد. چرا؟ آجی خیلی غذا میخورد. منم از دوشنبه ها بدم میاد، اونم از دوشنبه ها بدش میاد. چی گفته گارفیلد از دوشنبه ها بدش؟ گارفیلد از دوشنبه ها بدش. چی گفته اینو؟ آقا من دیدم انیمیشن. بچه ها تو کامنت ها واسات مینویسن. چرا دقیقا گارفیلد بعد از دوشنبه ها بدش بیاد؟ همونطور که ما از شنبه ها بدمون میاد. آها اون مثلا. آره. هادی جان اگر فردا آخرین روز زندگیت باشه دور از جون، خب چه غلطی میکنی اون روز رو 24 ساعت؟ حاجی حیف که تو ویدیو نمیشه. چرا کلا زندگیت تو ویدیو نمیشه گفت هادی؟ کلشو باید سانسور کنی. سوزوت بیام. وای گل خوردیم. وای ای... یک یک شد بازی. یه استریم میذارم. پول استریم رو چیکار کنی دقیقا؟ پول استریم رو میدم به خیریه. ما که این دنیا رو نساختیم، حداقل آخرتمون. هادی چه چیزی باعث میشه از یه دوست صمیمی یه دشمن تبدیل بشه؟ یعنی تو یه دوست صمیمی داری، اون دوست صمیمیه واسه تو بشه یه دشمن. هادی به نظرم استارت دشمنی میدونی از کجا میخوره؟ به اینکه آقا به ارزش‌های طرف مقابل احترام نمیذاریم. حالا ارزش واسه یه سری دیر کردنه، فوش دادنه. من خب ارزش مثلا آقا معیارش فرق. خیلی فلسفی صحبت میکنه، من نمیفهمم مثلا. آره. نه واسه تو چیه؟ واسه تو چی؟ اصلا بغیر کاری نداری. به نظرم آجی دروغ گفتنه اولین چیزش.
عادی اگه یه روز پلیس دستگیرت کنه، رفیقت فکر میکنه به چه جرمی گرفتنت؟ رفیقم فکر میکنه به دلیل حمل اسلحه. مگه همچین کاری میکنی آقا تو؟ همچین رفتاری؟ نه. خب پس چرا رفیقت یه همچین چیزیه که رفیقم فکر میکنه دی؟ رضا آینه رو داری میگی؟ آره. خودی گل زدم. دو بر یک واسه دارم کارو در میارم. کی گل زد؟ آقا رونالدو. رونالدو از تیم ایران گل زد. حلالش. از تیم ایران اومده. هادی تا حالا تجربه‌ای داشتی توی گذشتت که ازش پشیمون باشی؟ باشی به یه سری اعتماد کردم که نباید اعتماد می‌کردم. اگر برگردی عقب چه چیزی رو تو گذشته خودت اصلاح میکنی؟ ببین آدمی میگه که من از قدیمم میرم اینو اصلاح میکنم که از الان خودش ناراضی باشه. به خب. به به میدونی من الان به معنای واقعی کلمه هرچقدر میرم جلوتر دارم بیشتر لذت میبرم از زندگیم. اگر برمیگشتی به دوران قدیم، یعنی دوران مثلا کوروش هخامنشی، با کوروش هخامنشی میشستین یه وعده غذا میزدی، مثلا اینش میشستی شام میخوردی، بهش چی میگفتی تو اون مکالمه ای که داری؟ چی باید بگم مهدی؟ به نظرت چی باید بگم؟ آقا نشستی داری با یه پادشاه غذا میخوری دیگه، بهش میگم که یه ویدیو میخوام باید بگیرم، کی بیشتر میتونه نه کی بیشتر میتونه قبیله های دیگر فتح کنه؟ 24 ساعت به قبیله های مختلف حمله کردم. اگر میتونستی کل زندگی تو جمع میکردی، میکردیش یه فیلم یا یه کتاب، اسم اون کتاب رو چی میذاشتی؟ سعی کن نخندی 14. چرا 14؟ چون 14 نه 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 ببخش، کتاب میشد، کتاب جوک، کتاب یا یه فیلم، کتاب جوک. اسم دادش کتاب خودت چیه ایراس می؟ آقا شما اومدی اینجا من دارم ازت سوال میکنم، اصلا تو نباید از من سوال بکنی. هادی اگه میتونستی یه بازیگر معروف رو توی صحنه خجالت آور ببینی، از اونا دوست داشتی کیو ببینی؟ یه سوالای فیوریت هادی رو دارم میپرسم. اسمش چی بود؟ اصغر حیدری. من دوست دارم اصغر حیدری یا حیدری. اصغر حیدری. چرا؟ من گفتم الان یه زنو میگه. الان میدونی چیه اصغر حیدری؟ مسافران دیده بودی؟ آره. قزمیت یادته کی بود؟ حمید لولایی رو میگی؟ نه نه نه، شریفی. شریفی املاکی بود. چرا همه املاکی ها رو میخواد ببینه هادی؟ هادی وقتی عصبانی میشی اولین کاری که میکنی آرومت میکنه چیه؟ هادی پیاده روی. فقط پیاده روی میکنم. جان گل زدم هادی واسط. 3-2 رونالدو باز گل زد. دقیقه 80 رونالدو باز گل زد. از عصبانی میشی چیکار میکردی؟ نفهمیدم. من پیاده روی میکنم. اخلاقای عجیبی داره هادی. هادی جان هادی گل زدم واسط. عشق. 4-2 طرف الان لفت میده. لفت بده 3-0 میشه. هادی اگر بتونی بدون هیچ محدودیتی همین امروز با یک فرد معروف، با یک خانوم معروف، از ایرانی خارجی، اصلا سن و سال فرقی نمیکنه، همین الان با یکی ازدواج کنی، کیو انتخاب میکرد؟ همین الان با یکی ازدواج بکنم. همین الان. چیز ویسا اون یارو اسمش چی بود تو آینه بغل دختر؟ نه نه نه، نازنین بیاتی. آفرین نازنین. خیلی وای خیلی. خانم بیاتی اگه این ویدیو رو میبینین حتما به هادی آیروکس ما یه پیام بده. تا الان 675 بار شده. اگه دایرکت تو باز کنید نازنین بیاتی بگه من ویدیو تو دیدم چه کار میکنی؟ من تو ویدیو دیدم شما اینو گفتی. دستشون میبوسم چیه؟ شاید هم یارو واقعا دوست داشته شاید مثلا. خب من مثلا تو سن و سالی دو برابر حداقل ازت فکر کنم بزرگتر بود. 10 سالی بزرگتره فکر کنم. یعنی 42 سالشه؟ داداش 10 سال فکر کنم بزرگتر راحت. هادی 1000 امتیاز به دست آوردی. دو تا بازی آوردی. اول نشدی ولی تفاضل گل احسان 5، تفاضل گل شما 3. هادی جان دومی تا اینجای کار. سوالی بوده که خودت بخوای جواب بدی ولی کسی ازت نپرسه؟ نه نبود. قربونت هادی جون، دمت گرم اومدی داداش. هادی هایروکس رو ساب کنید. هادی هایروکس با ساب شده. ساب شده هست. سلطان عشق همتونش. آقا بذار بلند شم هادی جون. بذار بلند شم. منم بلند شم. من شلوارم مناسب نیست. اصلا ندارم. چرا پس بلند شدی؟ الله خوب اونم نمیتونیم ما بذاریم تو ویدیو. نه نه اوکی. تو ویدیو بذاریم. بچه ها خدا یارو نگهدارتون. عشق من. خدافظ.